دیگه گیاهاتون رو داخل خاک نکارین، به جاش هیدروپونیکش کنین. اینجوری نه دغدغه آفت دارین، نه بیماری، نه پوسیدگی ریشه، نه کرم و هزار پا و پشه. تازه هر موقع دلتون خواستم میتونین بهش آب بدین بدون اینکه خراب بشه. نمیدونم تا حالا چیزی در مورد هیدروپونیک کردن گیاه ها شنیدین یا نه، اما من توی این ویدیو میخوام 0 تا 100 هیدروپونیک رو بهتون توضیح بدم و کاری که من برای گیاه های آپارتمانی انجام میدم یک کمی متفاوت تره با چیزی که داخل پیج ها در مورد هیدروپونیک میگن. اما اول ببینیم هیدروپونیک کردن گیاه ها یعنی چی؟ یعنی گیاه جای این که مثل روش سنتی داخل خاک قرار بگیره، مواد غذاییشو از خاک بگیره، ما میایم داخل یه محلول غذایی میکاریمش که مواد غذاییشو در واقع از آب بگیره و این یعنی روش هیدروپونیک یا آب کشت. هیدروپونیک قدمت خیلی زیاد داره. از قدیم خیلی از سبزیجات و سیفیجات رو به همین روش کاشت میکردن که نتیجهش هم خیلی عالی بوده. حتی روی توت فرنگی هم این کار رو انجام دادن و نتیجه عالیه. خود ایران هم یکی از تولید کننده هاست و خیلی خوب داره روی هیدروپونیک کار میکنه، البته روی سیفیجات و سبزیجات. یه چند سالیه که یه کمی اومدن گیاهای آپارتمانی رو به همین روش کاشت کردن، اما اونقدر فراگیر نیست. همین الانش هم اگر برین داخل گلفروشی ها یا گلخونه ها ممکن اصلا این روش رو نشناسن. اگر بگین هیدروپونیک کردن گیاه ها چجوریه، ممکنه بگن که خب این روش فقط برای خیار و گوجه و توت فرنگی و اینجور گیاه هاست. اما خب نه، برای گیاهای آپارتمانی هم همین روش استفاده میشه. بهتون گفتم هیدروپونیک یعنی این که گیاه جای این که مواد مغذی خودش رو از خاک بگیره میاد از آب میگیره. اما این یعنی که گیاه ها رو باید داخل آب بذاریم؟ یعنی همیشه باید داخل آب بمونه؟ شاید نه، من دلم نمیخواد داخل آب بذارم. باید بهتون بگم که نه، اصلا اینجوری نیست. ما توی این روش میایم از بسترهای شبه خاک استفاده میکنیم. حالا بستره شبه خاک مثل چی؟ مثل کوکوپیز، مثل پرلیز، مثل ماسه، پومدیا، لیکاپون، کوکوچیپس، اینجور بستره. این بستره مواد مغذی خودشون به تنهایی صفره. مثلا کوکوپیز و کوکوچیپس که از الیاف نارگیله، پرلیت و پومدیا و لیکاپون که اصلا پوک معدنی مواد مغذی نداره، ماسه هم که همینطور. این بستر ها هیچ کدومشون مواد مغذی ندارن و میتونیم از اینا برای کشت هیدروپونیک استفاده کنیم. حالا حواستون باشه اگر به هر کدوم از اینا یک کمی ورمی کمپوست اضافه کنیم دیگه روشمون هیدروپونیک نیست، چون این بستر یه مواد مغذی هم بهش اضافه شده. ورمی کمپوست کلش فقط مواد مغذی، اگر بیاد به کوکوپیت به پرلیت اضافه بشه دیگه ما هیدروپونیک نداریم. شما میتونین از این بستر رو استفاده کنین، اما هر کدوم از اینا یه سری معایب و مزایا داره که تو ویدیو بعدی که در مورد کشت عملی هیدروپونیک اینا رو بهتون توضیح میدم که کدوم از اینا بهتره و کدوم اگر انتخاب کنین بهتر جواب میگیرین. این ویدیو فقط برای آشنایی شما با هیدروپونیکه. حالا که تا اینجا اومدین بذارین در مورد انواع هیدروپونیک هم بهتون توضیح بدم. ما کلن 2 نوع هیدروپونیک داریم، هیدروپونیک فعال و هیدروپونیک غیر فعال. هیدروپونیک فعال بیشتر برای همون گوجه و خیار و سبزی و توت فرنگی و اینجور محصول استفاده میشه، برای گیاه های آپارتمانی نه. این گیاه ها داخل اون محلول غذایی که قرار دارن یه پمپ میاد این آب و محلول غذایی رو هی پمپ کنه و اینا هی در گردشن. این میشه هیدروپونیک فعال، که ما با هیدروپونیک فعال کار نداریم. کار ما بیشتر همون با هیدروپونیک نیمه فعال یا غیر فعاله. حالا همین هیدروپونیک غیر فعال هم باز 2 نوع داره. از 2 روش میشه این کار رو برای گیاهای آپارتمانی انجام. اولین روش اینه که میایم از این گلدونای 2 لایه استفاده میکنیم که یه لایش مخزنشه، داخلش آب قرار میگیره، آب و محلول غذایی قرار میگیره. دومین لایش هم یه سبده که گیاهو داخلش میکاریم و گیاهو با اون سبد داخل اون محلول غذایی قرار میدیم. حالا من اینجا گلدون 2 لایه نداشتم و مجبور شدم این شکلی براتون توضیح بدم. خوبی این روش اینه که شما اصلا دیگه احتیاج به آبیاری به هیچ وجه ندارین. فقط 2 هفته یک بار این محلول غذایی رو خالی میکنین، آب خالی میکنین، ظرف رو میشورین، دوباره آب و محلول غذایی رو اضافه میکنین و دیگه باز هیچ کاریش ندارین. گیاه خودش از اون محلول غذایی تغذیه میکنه و دیگه کلن آبیاری حذف میشه. دیگه الان شما دغدغه‌ای ندارین که بریم مسافرت یا هر جایی باشین گیاهتون خشکی یا پر آب بکشه. نه،
هیچ کدوم از این موارد رو نداریم. اما از معایبش بخوام براتون بگم، مشکلش اینه که این گلدونای دولایه نسبتاً نسبت گلدونای پلاستیکی دیگه یه کمی قیمت بالاتری دارن و اینکه هی شما مجبورین هر دو هفته یک بار آب و کود رو اضافه کنین و یکم مصرف کودتون بالاتر میره. و مورد بعدیش اینه که این گلدونا معمولا یه سایز محدودی دارن، گلدونای خیلی بزرگ نیستن و به خاطر همین محدودیتش یه سری از گیاه ها رو ممکنه نشه درست داخل این گلدونا کاشت کرد. اما نوع دوم هیدروپونیک نوعیه که خودم استفاده میکنم و شما اصلا احتیاج به گلدون دولایه هم ندارین، فقط یه گلدون عادی متناسب با سایز گیاهتون میارین و یه بستر کشتی که ازش استفاده کنین، همون بستری که بهتون گفتم مواد غذاییشون صفره، از اونا باید کمک بگیرین، همین که خاکو میشورین داخل این بستر میذارین و باید از کودای مخصوص استفاده کنین. حالا الان این هم از مزایای هیدروپونیک بهتون گفتم، اما الان دیگه میخوام قانعتون کنم که حداقل یکی دو تا از گیاهاتون رو هیدروپونیک کنین، لذت یه نگهداری بی درد سر از گیاها رو حداقل بچشین. بهتون گفتم ما توی کشت هیدروپونیک کلا خاکو حذف میکنیم و در کنار اینکه خاک حذف میشه یه سری از قارچ‌های خاکزده حذف میشه و خب این خیلی کار ما رو آسون میکنه. یه سری از قارچ‌ها هستن که نه، روی سطح برگن اونا همچنان هستن، اما یه سری از قارچ‌های خاکزاد که حذف بشن ما خیلی از مشکلاتمون حل میشه. حالا در کنارش آفت هم حذف میشن، آفت مثل کرم و هزارپا و پشه و این چیزا. این بستری که هست، بستر هیدروپونیک، همشون استیلن و به هیچ عنوان کرم و هزارپا اینا ما نداریم، حذف میشن در واقع. تازه تو این روش شما اصلا دغدغه آبیاری هم ندارین که حالا یه چوب بذارین داخل گلدون با دستتون چک کنین، نه، هر موقع دوست داشتین میتونین بهش آب بدین، به هیچ عنوان پوسیده یه ریشه هم نمیگیره. حتی اصلا میتونین داخل زیرگلدونی آب بریزین که همیشه داخل زیرگلدونی آب داشته باشه، بازم گیاه پوسیدگی ریشه نمیگیره. در صورتی که توی کشتای خاکی ما اگر آب داخل زیرگلدونی رو بیرون نریزیم گیاه درگیر پوسیدگی ریشه میشه. و آخرش اینه که بهتون گفتم خاک حذف میشه، در کنار خاک یه سری باکتری مضر هم حذف میشه. توی کشتای خاکی داخل خاک ما یه سری باکتری داریم که وقتی برای گیاه آبیاری زیاد انجام میدین اون باکتریای بی هوازی زیاد و زیادتر میشن و باعث میشه که ریشه گیاه آسیب ببینه. اما خب توی هیدروپونیک همچین چیزی ما نداریم. تازه شما همین گیاهایی که هیدروپونیک کردین توی گلدونه ساده هم اگر باشه موقع مسافرت میتونین بذارین داخل یه تشت آب، دیگه اصلا نگران و دغدغه آبیاری گیاهاتون هم نداشته باشین. 10 روز هم اصلا بریم مسافرت هیچ اتفاقی نمیفته، تازه وقتی برگردین گیاهتون سرحالتر هم هست. از معایب هیدروپونیک بخوام بهتون بگم، راستش من هیچ معایبی پیدا نکردم، فقط یه راه هست که موقع هیدروپونیک ممکنه گیاهتون آسیب ببینه، اونم این که این کار رو غیر اصولی انجام بدید، مثلا ریشه گیاه خیلی آسیب ببینه و یه سری از این کار رو براش انجام بدین که وقتی هیدروپونیکش کردین اصلا گیاه از بین بره، که تو ویدیو بعدی کامل من در مورد اینا توضیح میدم که چه گیاهی رو میشه هیدروپونیک کرد، یه گیاه که بخواین هیدروپونیک کنین باید چه فاکتورهایی داشته باشه، همه رو در مورد کوددهی، آبیاری، روش هیدروپونیک کردن همه رو توی ویدیو بعدی براتون توضیح میدم. حالا ممکنه شما به خودتون بگین تو این همه از هیدروپونیک تعریف کردی، گیاه خودت هم بعضیشون هیدروپونیک هستش یا نه؟ باید بهتون بگم من اینجا یه دونه فیکوس دارم که حالش خیلی بد بود، داخل یه خاکی بود که پر از کرم و هزارپا بود و اصلا وضعیت خوبی نداشت، دیدم به هیچ عنوان رشد نمیکنه، تقریبا شاید بگم 6 ماه کلن رشدش متوقف شده بود که دیدم کاری که باید انجام بدم اینه که هیدروپونیکش کنم، فوقش دیگه از بین میره دیگه، چون تو خاکم باشه هیچ فایده‌ای براش نداره دیگه. گیاه از داخل خاک در آوردم، ریشه‌ها رو شستم، به صورت هیدروپونیک کاشتمش و الان همینطور که میبینید خیلی بزرگتر شده و این به خاطر همون هیدروپونیکه که واقعا ازش راضی بودم و خیلی خوب جواب گرفتم دیگه. دیگه اومدم اینا رو به شما بگم که شما هم برای گیاهاتون انجام بدین. اگر یه همچین گیاهایی دارین که واقعا نمیدونین چیکارش کنین، به نظرم هیدروپونیکش کنین و این شکلی میتونین جلو برین. اینم از قسمت اول آشنایی با هیدروپونیک. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین
و نتیجه خیلی خوب بگیرین. توی ویدیو بعدی بهتون گفتم کامل در مورد روش عملی هیدروپونیک براتون توضیح میدم. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین به سر به کانال من بزنید. مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.